جایی که خرشنگ ها آواز می نوشته دیلیا او اینز، ترجمه آرتمیس مسعودی، با صدای هلیا مقصودی، قسمت آخر. فصل پنجا و دو موتل تیری ماونتینز، 1970 قاضی سیمز وارد دادگاه شد و به میز وکیل مدافع اشاره کرد. آقای میلتون آماده این اولین شاهد رو برای دفاع احضار کنید؟ بله عالی جناب. پس شروع کنید. پس از آنکه شاهد سوگند یاد کرد و در جایگاه قرار گرفت، تام گفت لطفا اسمتون رو بگید و بگین که در بارکیلیکو چه شغلی دارین. کیا سرش را آنقدری بلند کرد که بتواند زن قد کوتاه و مسنی را که موهای سفید مایل به بنفشش را فر شش ماه زده بود و سالها پیش از او پرسیده بود چرا تنها به فروشگاه می آید ببیند. شاید حالا قدش کوتاه تر به نظر می رسید و فر موهایش بیشتر شده بود اما تغییر چندانی نکرده بود. خانم سینگلتری به نظرش فوزول و رئیس معاب آمده بود اما زمستان سالی که مادر رفته بود به او یک جوراب توری کریسمس داده بود که داخلش یک سوت آبی بود این تنها چیزی بود که از کریسمس آن سال نصیبش شده بود من سارا سینگلتری هستم صندوقدار فروشگاه پیگلی ویگلی در بارکلیکو سارا آیا این درسته که شما میتونین از پشت صندوق فروشگاه پیگلی ویگلی ایستگاه اتوبوس بین شهری رو ببینین؟ بله. میتونم واضح اونجا رو ببینم. آیا 28 اکتبر پارسال ساعت دو و سی دقیقه بعد از ظهر متهم خانم کاترین کلارک رو دیدین که در ایستگاه اتوبوس منتظر بوده؟ بله. من خانم کلارک رو دیدم که اونجا ایستاده بود. سارا با گفتن این حرف به کیا نگاهی انداخت و دختر کوچولویی را به یاد آورد که سالها با پای برهنه به فروشگاه می آمد. هرگز کسی متوجه نشده بود اما پیش از آن که کیا شمردن را یاد بگیرد بقیه پولش را اضافه بر می گردند و آن پول اضافه را از جیبش میگذاشت تا صندوق کم نیاورد. البته کیا خریدش را با مقادیر کم شروع کرده بود. برای همین سارا فقط سکه های پنج سنتی و ده سنتی به او کمک می کرد اما حتما همان مبالغ هم کمک حال او بود. ایشون چقدر منتظر موند؟ و آیا به طور قطع ایشون رو دیدین که ساعت دو و سی دقیقه بعد از ظهر سوار اتوبوس شد؟ فکر می کنم ده دقیقه منتظر موند. همه ما دیدیمش که از راننده بیلیتش رو خرید. چمدونش رو بهش داد و سوار اتوبوس شد. اتوبوس حرکت کرد و دور شد و ایشون مطمئنا داخلش بود و من فکر می کنم شما دو روز بعد سی اکتبر دیدین که ایشون با اتوبوس ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر برگشت آیا این درسته؟ بله دو روز بعد کمی بعد از یک و پونزه دقیقه بعد از ظهر وقتی اتوبوس ایستاد من سرم و بلند کردم خانم کلارک داشت ازش پیاده میشد. من به خانومای صندوق داره دیگه نشونش دادم. بعدش چه کرد؟ ایشون رفت تا اسکله سوار قایقش شد و به طرف جنوب رفت. متشکرم سارا. همین کافیه. قاضی سیمز پرسید. سوالی هست اریک؟ خیر عالی جناب. من سوالی ندارم. در حقیقت فهرست شهود نشون میده وکیل مدافع قصد دارن چند نفر از اهالی رو احضار کنن که شهادت بدن خانم کلارک در تاریخها و زمانهایی که خانم سینگلترای اظهار کردن سوار اتوبوس بین شهری و از اون پیاده شده. وکیل شاکی مورد رو رد نمیکنه. در حقیقت این با مورد ما که خانم کلارک در اون ساعتها با اون اتوبوس ها سفر کردن مطابقت میکنه. با اجازه دادگاه ضرورتی برای شنیدن شهادت بقیه شهود در این زمینه وجود نداره. بسیار خوب. شما چطور آقای میلتون؟ اگر وکیل شاکی این موضوع رو بپذیره که خانم کلارک در ساعت دو سی دقیقه بعد از ظهر روز 28 اکتبر 1969 سوار اتوبوس شده و حدود ساعت یک و شانزده دقیقه سی اکتبر 1969 برگشته آیا نیاز دارید برای این مورد شاهدان دیگر را احضار کنید؟ خیر آلی جناب چهره تام آرام به نظر می آمد. اما در دلش ناسزا می گفت. عذر کیا مبنی بر حضور در خارج از دهکده در زمان مرگ چیس یکی از قوی ترین حربه ها برای دفاع بود. اما اریک با پذیرفتن آن حتی با گفتن اینکه نیاز ندارد در مورد آنکه کیا در آن روز از گرینویل خارج شده و به آنجا وارد شده شهادت دیگری را بشنود موفق شده بود آن حربه را تضعیف کند این برای طرف مقابل متهم و وکیل مدافع اهمیتی نداشت چرا که آنها ادعا می کردند کیا شب به بارکلی برگشته و مرتکب آن جنایت شده است تام چنین ریسکی را پیش بینی کرده بود اما فکر می کرد بسیار اهمیت دارد که هیئت منصفه حرف شاهدان را بشنود تا بتواند مجسم کند کیا در روشنایی روز از دهکده خارج شده و پس از آن اتفاق برگشته است. حالا آنها فکر می کردند قیبت کیا حتی آنقدر اهمیت ندارد که تایید شود. لحاظ شد. لطفاً با شاهد بعدی ادامه بدید. آقای لنگ فورلو مرد گوشتالو و چاق و چلی که کتش را محکم روی شکم گردش دگمه کرده بود. شهادت داد که مالک و مدیر موتل تری ماونتینز در گرین است و خانم کلارک از 28 تا 30 اکتبر 1969 در آن موتل اقامت داشته است. کیا از شنیدن صدای این مرد با آن موهای چربش بیزار بود. کسی که هرگز فکرش را هم نمی کرد دوباره ببیند. اما حالا اینجا داشت طوری در مورد او صحبت می کرد که گویی خودش حضور ندارد. او توضیح داد که چطور اتاق کیا را در موتل به او نشان داده. اما نتوانست بگوید خودش زیادی در اتاق مانده بود. همینطور دلیل تراشیده بود که در اتاق کیا بماند. تا اینکه کیا به او اشاره کرده بود که بیرون برود وقتی تام از او پرسید چطور میتواند از رفت آمد خانم کلارک به موتل مطمئن باشد خندید و گفت او از آن زنهایی بوده که توجه مردان را جلب می کرده است و اضافه کرد او چقدر عجیب بوده نمیدانسته چطور از تلفن استفاده کند با یک چمدان مقوایی از ایستگاه اتوبوس آمده و شامش را هم در یک بسته با خودش آورده بوده است. آقای فورلو شب بعد که اگر 29 اکتبر 1969 بوده چیس اندروز در اون فوت کرده شما تمام شب در پذیرش موتل بودین. آیا این درسته؟ بله. پس از اون که خانم کلارک بعد از شام ساعت ده شب با ویراستارش به اتاقش برگشت آیا دیدین که از اتاقش خارج بشه یا به اونجا برگرده؟ نه من تمام شب اونجا بودم و اصلا ندیدم از اتاقش بیرون بیاد همونطور که گفتم اتاقش درست روبروی میز پذیرش بود برای همین اگر خارج میشد من میدیدمش متشکرم آقای فرلو. همین کافیه. شاهد در اختیار شماست. اریک پس از چند دقیقه پرسش از شاهد را ادامه داد. بسیار خوب آقای فرلو. تا به حال ما متوجه شدیم شما دو بار بخش پذیرش رو ترک کردین. به آپارتمانتون رفتیم و از دستشویی استفاده کردین. پیک موتوری پیتزا آورده. شما پول رو بهش پرداخت کردید چهار مسافر وارد موتل شدن. دو مسافر از اونجا خارج شدن. و شما لابلای این کارها دفتر ثبت پرداختها رو تکمیل کردید حالا آقای فولو. من اعتقاد دارم بین اون همه رفت آمد و شلوغی زمان زیادی وجود داشته که خانم کلارک میتونسته بی سر و صدا از اتاقش بیرون بره و بدون اینکه شما هرگز ایشون رو ببینین به سرعت از خیابون رد بشه. آیا این احتمال اصلا وجود نداره؟ خب فکر میکنم احتمالش هست اما من اصلا چیزی ندیدم. من دارم میگم اون شب من ندیدم که ایشون از اتاقش خارج بشه. متوجه هم آقای فرلو. و چیزی که من میگم اینه که بسیار محتمل بوده که خانم کلارک از اتاقش خارج بشه به ایستگاه اتوبوس بره با اتوبوس خودش رو به بارکلیکو برسونه چیس اندروز رو به قتل برسونه و به اتاقش برگرده و شما اصلا ایشون رو نبینین چون کاملا سرگرم انجام دادن کاراتون بودین دیگه سوالی ندارم پس از وقت ناهار درست هنگامی که همه سر جایشان مستقر شده بودند و قاضی روی صندلیاش نشسته بود اسکاپر وارد اتاق دادگاه شد تیت برگشت و پدرش را دید که هنوز لباس سرهمی و چکمه های زرد سیادیش پایش بود و به انتهای راه رو بین نیمکت ها می رفت. اسکاپر گفته بود به خاطر کارش در جلسات محاکمه شرکت نمی کند. اما بیشتر به این علت بود که دلبستگی طولانی مدت پسرش به خانوم کلارک آشفتش می کرد. به نظر می رسید تیت قبلا هرگز نسبت به دختر دیگری احساسی نداشته است و حتی به عنوان یک مرد بالغ حرفه‌ای هنوز این زن عجیب و رازآلود را به شدت دوست دارد زنی که به قتل متهم بود ظهر آن روز وقتی اسکاپر در قایقش ایستاده و اطراف چکمه هایش پر از تور سیادی بود نفسش را به سختی بیرون داد از شرم اینکه او هم مانند برخی از روستاییان نادان علیه کیا تعصب ورزیده چون او در مرداب بزرگ شده صورتش گر گرفت به یاد آورد تیت با غرور اولین کتاب کیا را با موضوع صدف ها به او نشان داده بود و خودش چطور از مهارت علمی و هنری او حیرت کرده بود. از هر کدام از کتاب کیا برای خودش یک نسخه خریده بود اما در این مورد به تیت حرفی نزده بود. چه کار مزخرفی. او به پسرش بسیار افتخار می به اینکه او همیشه میدانست چه میخواهد و چطور باید به آن برسد. خب کیا هم با سختی بیشتر همین کار را انجام داده بود. چطور می توانست به خاطر تیت به اینجا نیاید؟ هیچ چیز به جز حمایت از پسرش اهمیت نداشت. برای همین تور را جلوی پایش زمین انداخته بود، قایق را همانجا مقابل اسکله نگه داشته بود و مستقیم به طرف دادگاه آمده بود. وقتی به ردیف اول رسید جودی، جامپین و میبل بلند شدند تا او بتواند خودش را جمع کند و کنار تیت بنشیند. پدر و پسر به هم سر تکان دادند و چشمهای تیت پر از اشک شد. تا میلتون منتظر ماند اسکاپر بنشیند. وقتی در اتاق سکوت برقرار شد گفت آلی جناب وکیل مدافع رابرت فاستر رو فرا میخونه آقای فاستر کت فاستونی و شلوار کتان پوشیده بود کراوات زده بود و ظاهری آراسته داشت قدش متوسط بود و ریش مرتب و چشمهای مهربانی داشت تام نام و شغل او را پرسید اسم من رابرت فاستره و سردبیر ارشد شرکت انتشاراتی هریسون موریس در ماساچوست بوستون هستم. کیا همانطور که دستش روی پیشانیش بود به زمین چشم دوخت ویراستارش تنها کسی بود که کیا میدانست به او به چشم دختر مرداب نگاه نمی کند. به او احترام میگذارد. و حتی به نظر می رسید به خاطر دانش و استعدادش با او رو درواسی دارد. حالا او در دادگاه بود و کیارا در جایگاه متهم به قتل می دید. آیا شما ویراستار کتاب های خانم کترین کلارک هستین؟ بله همینطوره. ایشون طبیعت شناس، هنرمند، و نویسنده برجسته هستند از نویسندگان محبوب ما هستند آیا میتونین تایید کنین روز 28 اکتبر 1969 به گیرین ویل کارولینای شمالی سفر کردین و در روزهای 29 و 30 با خانم کلارک دیدار داشتین درسته من اونجا در یک کنفرانس کوچیک شرکت کردم و میدونستم وقت اضافه خواهم داشت. اما اونقدری نبود که بتونم به منطقه ایشون سفر کنم. برای همین از خانم کلارک دعوت کردم ایشون اگر میتونن بیان تا با هم ملاقاتی داشته باشیم. میتونین به ما بگین شب 29 اکتبر دقیقا چه ساعتی ایشون رو با اتومبیلتون به متل برگردوندین؟ بعد از ملاقاتمون در هتل شام خوردیم و من ایشون رو در ساعت نه و پنجا و پنج دقیقه شب به متلشون رسوندم کیا به یاد آورد چطور مقابل اتاق غذاخوری ایستاده بود که پر بود از میزهایی که با نور ملایم شمدانها تزئین شده بودند لیوانهای بلند روی رومیزیهای سفید قرار داشتند و گارسون هایی که لباس های شیک پوشیده بودند بسیار آهسته با هم صحبت می کردند. در حالی که او بلوز و دامنی ساده پوشیده بود. او و رابرت ماهی قزلالا با سس بادام، برنج وحشی، برانی و نان باگت مخصوص خوردند. وقتی رابرت مکالمه را با ادب و نزاکت پیش می‌برد و روی موضوعاتی در مورد طبیعت متمرکز بود که او با آنها آشنا بود، کیا احساس راحتی می کرد. حالا که آن دیدار را به یاد می‌آورد، از اینکه چطور از عهدهش برآمده، حیرت می کرد. اما در حقیقت آن رستوران با تمام زرق و برقش اصلا به خوبی پیکنیک مورد علاقهش نبود. وقتی پانزده سال داشت، غروب یک روز تیت با قایق به کلبه او رفته بود. دور کیا پتوی پیچیده بود و با هم از کانالهای آبی پیچ در پیچی گذشته و به جنگلی رسیده بودند که او هرگز آنجا را ندیده بود. آنها حدود یک و نیم کیلومتر پیاده روی کردند تا به چمنزاری باطلاقی رسیدند که در آن علف تازه از میان گلولای جوانه زده بود. تیت پتو را زیر سرخص هایی پهن کرد که به بزرگی چتر بودند. بعد همانطور که از فلاسک برای کیا چای می ریخت و به او پیراشکی می داد گفت حالا منتظر میمونیم. آن پیراشگی ها مخلوطی از خمیر بیسکویت، سوسیس تند و پنیر چدار بود که تیت برای مناسبت ها درست می کرد. کیا حتی حالا در اتاق سرد دادگاه نیست، گرمی آن روز را در حالی که داشتن در پیکنیک صبحانه می خوردند و چای می نوشیدند احساس می کرد. ناچار نبودند زیاد منتظر بمانند چرا که از سمت شمال هیاهویی به بلندی صدای توپ به گوش رسید تیت گفت دارن میان ابر نازک و سیاهی در افق ظاهر شد و وقتی به طرف آنها حرکت می کرد به سمت آسمان رفت. صدای جیغ بلندی به گوش رسید و ابر به سرعت آسمان را پر کرد تا اینکه هیچ لکه آبی باقی نماند صدها هزار قاز برفی، بال زنان و قط کنان در حالی که سبک پرواز می کردند دنیا را پوشاندند. چرخیدند و بالای سر هم قرار گرفتند که فرود بیایند. در حالی که پاهای صورتی نارنجی به طرف پایین آویزان بودند و یک دست پرنده پایین می آمدند، شاید نیم میلیون بال سفید هماهنگ با هم حرکت کردند و دسته بزرگی از پرندگان مانند طوفان قصد فرود کردند. اول یکی فرود آمد. سپس ده و بعد صدها قاز تنها در فاصله چند ده متری سرخص هایی که تیت و کیا زیر آنها نشسته بودند فرود آمدند. در حالی که چمنزار خیس از برف پرز مانند پوشیده میشد. آسمان از آنها خالی میشد. هیچ اتاق غذاخوری شیکی با آن قابل مقایسه نبود و آن پیراشکی ها بیش از قزلالا با سس بادام طعم و رنگ داشت. شما دیدین که خانم کلارک وارد اتاقش بشه؟ البته من در اتاق ایشون رو باز کردم و پیش از اینکه با اتومبیلم اونجا رو ترک کنم دیدم که به سلامت وارد اتاق شدن. آیا روز بعد هم خانم کلارک رو دیدین؟ ما قرار گذاشته بودیم برای صبحانه همدیگر رو ببینیم. برای همین من ساعت هفت و سی دقیقه صبح دنبالشون رفتم و با هم صبحانه خوردیم. ساعت نه ایشون رو به متل برگردوندم و دیگه تا امروز ایشون رو ندیدم. به کیا نگاهی انداخت. اما کیا پایین به میز نگاه کرد. متشکرم آقای فاستر. من دیگه سوالی ندارم. اریک ایستاد و پرسید آقای فاستر من تعجب کردم که چطور شما در هتل پیدمانت که بهترین هتل منطقه است اقامت داشتین در حالی که شرکت انتشاراتی شما برای خانم کلارک که اونطور که گفتین چنین نویسنده خوشقریه و محبوبیه یک موتل ابتدایی یعنی تیری مانتنز رو رزرو کرده. خب معلومه که ما بهشون پیشنهاد کردیم. حتی به خانم کلارک اصرار کردیم در پیدماند اقامت کنن. اما ایشون به اقامت در موتل پافشاری داشتن. که اینطور؟ آیا ایشون اسم موتل رو می دونستن؟ آیا به طور خاص درخواست کردن در تیری مانتنز اقامت کنن؟ بله. ایشون یادداشتی نوشتن و گفتن ترجیح میدن در تیری مانتنز اقامت کنن. آیا علتش رو گفتن؟ خیر. علتش رو نمیدونم. خب من یه حدسی میزنم. این نقشه گردشگری گیریم اریک همانطور که به جایگاه شهود نزدیک میشد نقشه را تکان داد. میبینین آقای فاستر؟ هتل پیدمانت هتل چهار ستاره که شما به خانم کلارک پیشنهاد دادین در منطقه مرکزی شهر واقع شده اما موتل تری مانتنز در بزرگراه 258 نزدیک ایستگاه اتوبوس های بین شهریه در حقیقت اگر شما هم مثل من نقشه رو بررسی کنین متوجه میشین تری مانتنز نزدیکترین موتل به ایستگاه اتوبوس تام با صدای بلند گفت اعتراض دارم آلی جناب. آقای فاستر از مقامات تشکیلات گیرینویل نیستند. نه اما نقشه هست. متوجه هم تو به چی میخوای برسی اریک و این اجازه رو میدم. ادامه بده. آقای فاستر اگه کسی قصد داشته باشه نیمه شب خودش رو به سرعت به ایستگاه اتوبوس برسونه منطقه تیری مانتنز رو به پیدمانت ترجیح میده. به خصوص اگر قصد داشته باشه پیاده بره. من تنها چیزی که نیاز دارم از طرف شما انجام بشه اینه که تایید کنین خانم کلارک به طور خاص خواسته در تیری اقامت کنه و نه در پیدمانت. همونطور که گفتم ایشون خودشون تیری مانتنز رو خواستن. من دیگه سوالی ندارم. قاضی سیمز پرسید. باز پرسی وکیل مدافع از شاهد؟ بله آلی جناب. آقای فاستر شما چند ساله با خانم کلارک کار میکنی؟ سه سال. و با وجود اون که شما پیش از ملاقات اکتبر گذشته در گیرین ویل با ایشون دیداری نداشتین میتونین بگین از طریق مکاتباتی که در تمام اون سالها انجام دادین ایشون رو تقریبا به خوبی میشناسین؟ اگر اینطوره ایشون رو چطور توصیف میکنی؟ بله همینطوره فکر میکنم ایشون فردی کمرو و مهربون هستن. ترجیح میدن در دل طبیعت تنها باشن. مدتی طول کشید بتونم ایشون رو متقاعد کنم به گیرین ویل بیان. مطمئنا ایشون از قرار گرفتن در مرز ازدهام جمعیت خودداری می کردن. ازدهام جمعیتی مثل اون چه که در هتل بزرگی مثل پیدمانت وجود داره؟ بله. در حقیقت های شما فکر نمی کنین این عجیب نیست که خانم کلارک که دلش میخواد با خودش تنها باشه متل کوچیک و نسبتاً دور افتاده ای رو به هتل بزرگ و شلوغی در مرکز شهر ترجیح بده آیا این انتخاب با ویژگی شخصیتی ایشون همخونی نداره چرا میتونم بگم همینطوره همچنین آیا میشه حد زد خانم کلار که با حمل و نقل عمومی آشنایی نداره و میدونسته در حالی که باید چمدونش رو حمل کنه ناچار به ایستگاه اتوبوس رفت آمد کنه یک هتل یا موتلی رو انتخاب کنه که به ایستگاه نزدیک تره؟ بله متشکرم فقط همین دیگه سوالی ندارم وقتی رابرت فاستر جایگاه شهود را ترک کرد پشت سر کیا، کنار تیت، اسکاپر، جودی، جامپین و میبل نشست. آن روز بعد از ظهر تام دوباره کلانتر را به عنوان شاهد بعدیش فراخواند. کیا از فهرست شهود تام متوجه شده بود شاهدان زیادی باقی نماندند و این فکر موجب می شد حالت تهوع پیدا کند. پس از آن نوبت آخرین دفاعیات و اظهارات دادستان و وکیل بود و بعد صدور حکم. مادامی که گواهی دادن شهود از او حمایت می کرد می توانست به براعت یا دست کم تعویق صدور حکم محکومیت امید داشته باشد. اگر جلسات دادگاه برای همیشه ادامه پیدا می کرد حکمی صادر نمی شد. کیا تلاش کرد ذهنش را به مزرعه های قاز برفی معطوف کند. یعنی همان کاری که از ابتدای محاکمه انجام داده بود اما به جای آن فقط تصاویر زندان، میله ها و دیوارهای سیمانی سرد و نمناک را مقابلش میدید. گاهی هم فکر صندلی الکتریکی با کلی تسمه به تصاویر ذهنیش پیوست می شد. ناگهان احساس کرد نمی تواند نفس بکشد. دیگر نمی توانست اینجا بنشیند. سرش سنگین تر از آن شده بود که بتواند آن را راست نگه دارد. کمی خم شد و وقتی سرش روی دستهایش افتاد تام رویش را از کلانتر به سمت او برگرداند و با عجله به طرفش رفت. آلی جناب درخواست یک تنفس کوتاه دارم خانم کلارک نیاز به استراحت دارد موافقت میشه دادگاه برای پانزده دقیقه تعطیله تام کمک کرد به او را به سرعت از در کناری به اتاق کوچک کنفرانس برد و او آنجا داخل یک صندلی فرو رفت تام در حالی که کنارش مینشست گفت چیه کیا مشکلی پیش اومده؟ او سرش را در دستهایش گرفت. چطور میتونی چنین سوالی بپرسی؟ معلوم نیست؟ چطور کسی میتونه توی این شرایط زندگی کنه؟ من مریضتر و خسته تر از اونم که بتونم اونجا بشینم. مجبورم این کار رو بکنم؟ نمیشه محاکمه بدون من ادامه پیدا کنه؟ تنها کاری که قادر بود انجام بدهد و تنها چیزی که میخواست این بود که به سلولش برگردد خودش را جمع کند و سانده جاستیس را در آغوش بگیرد. متاسفانه نه. در پرونده های جنایی مثل این قانون حضور تو رو ضروری میدونه. اگه نتونم چی؟ اگه من این کارو نکنم چی؟ تنها کاری که میتونن انجام بدن اینه که بندازنم زندون. کیا این قانونه. باید شرکت کنی و تازه برات بهتره که حاضر باشی. برای هیئت منصفه محکوم کردن متهم قایب آسونتره اما کیا زیاد طول نمیکشه اینم باعث نمیشه احساس بهتری پیدا کنم. اینو نمیدونی؟ اتفاقی که بعدن میفته بدتر از اینه. ما اینو نمیدونیم. فراموش نکن اگر این بار اونطوری که ما میخوایم پیش نره میتونیم درخواست تجدید نظر بدیم. کیا پاسخی نداد. فکر تجدید نظر دلش را آشوب میکرد. همان رجه های اجباری در اتاقهای مختلف دادگاه. دور از مرداب و احتمالا در شهرهای بزرگ با آسمانهایی بدون مرغ دریایی. تام از اتاق بیرون رفت و با یک لیوان چای شیرین و یک بسته بادام زمینی شور برگشت. کیا چای را جرعه جرعه نوشید اما بادام زمینی را نخواست. یکی دو دقیقه بعد مأمور اجرایی در زد و آنها را به دادگاه برگرداند. ذهن کیا میان خیال و واقعیت در رفت آمد بود و فقط بخش هایی از شهادت کلانتر را میشنید. تام گفت کلانتر جکسون دادستان ادعا می خانم خانوم کیا نیمه شب دزدکی از موتل تیری مانتین بیرون رفته به طرف ایستگاه اتوبوس حرکت کرده که تا اونجا دست کم 20 دقیقه راه بوده. بعد با اتوبوس یازده و پنجاه دقیقه شب از گرینویل به بارکلی برگشته اما اتوبوس دیر اومده. بنابراین ایشون ساعت یک و چهل دقیقه بامداد به بارکلی رسیده. ایشون ادعا میکنن خانم کیا از ایستگاه اتوبوس به اسکله شهر رفته. سه یا چهار دقیقه. بعد با قایق به خلیج نزدیک برج رفته. دست کم 20 دقیقه. پای برج رفته. هشت دقیقه دیگه. در تاریکی مطلق از برج بالا رفته. چهار تا پنج دقیقه. دریچه رو باز کرده. یکی دو ثانیه. منتظر چیس مونده. نمیشه زمانش رو حد زد. و بعد تمام اینها برعکس اتفاق افتاده. تمام این کارا اگر زمان انتظار برای چیس رو به حساب نیاریم حداقل یک ساعت و هفت دقیقه طول میکشه. اما اتوبوس برگشت به ویل که ایشون ناچار بوده سوارش بشه فقط پنجاه دقیقه بعد از رسیدن ایشون به بارکلی حرکت میکرده. بنابراین واقعیت خیلی ساده است. برای اینکه ایشون جنایت مورد ادعا رو مرتکب بشه زمان کافی وجود نداشته. آیا این درست نیست کلانتر؟ زمان فشرده بوده درسته اما ایشون میتونسته از قایق تا برج و برعکس رو بدوه. میتونسته در مراحل مختلف یک دقیقه صرف جویی کنه. یک دقیقه در مراحل مختلف. نمیتونسته اون کار رو عملی کنه. ایشون باید 20 دقیقه زمان اضافه می دست کم. چطور میتونسته 20 دقیقه در وقت صرف جویی کنه؟ خب شاید اصلا با قایقش نرفته. شاید از ایستگاه اتوبوس تا خیابان اصلی و مسیر ماسه تا برج رو پیاده رفته یا دویده. این راه خیلی سریعتر از رفتن از طریق دریا بوده. اریک از صندلی پشت میز دادرسی به کلان ترخیره شد. او هیئت منصفه را متقاعد کرده بود که کیا برای آنکه مرتکب جنایت شود و به ایستگاه اتوبوس برگردد وقت کافی داشته است آنها نیاز به دلایل بیشتری نداشتند به علاوه آنها شاهد معتبرتری داشتند سیاد میگویی که شهادت داده بود خانم کلارک را دیده که با قایق به طرف برج میرفته است کلانتر آیا شما مدرکی چیزی دارین که نشون بده خانم کلارک زمینی سمت برج رفته؟ نه. اما زمینی رفتن فرضیه خوبیه. فرضیه تام رو کرد به هیئت منصفه. فرضیه برای زمانی بود که شما هنوز خانم کلارک رو دستگیر نکرده بودین. زمانی که هنوز ایشون رو دو ماه توی زندان نگه نداشته بودیم. واقعیت اینه که شما نمیتونید ثابت کنید ایشون زمینی به اونجا رفته و برای رفتن از طریق دریا هم وقت کافی نداشته. دیگه سوالی ندارم. اریک رو به کلانتر ایستاد. کلانتر آیا این صحت نداره که آبهای نزدیک بارکلیکو در معرض جریانهای تند جزر و مد شدید و پس موج هستند که میتونه روی سرعت حتی یک کشتی تاثیر بگذاره چرا هر کسی اینجا زندگی کرده باشه اینو میدونه کسی که میدونسته چطور از چنین جریاناتی بهره برداری کنه میتونسته به سرعت با قایق از اسکله به برج بره در چنین صورتی 20 دقیقه صرف جویی در این سفر بسیار محتمله. آیا این صحت نداره؟ اریک از اینکه ناچار بود فرضیه دیگری مطرح کند عصبانی بود. اما تنها چیزی که به آن نیاز داشت فرضیه موجه بود که هیئت منصفه بتواند به آن بچسبد و پیش برود. بله درسته. متشکرم. به محض اینکه اریک رویش را از جایگاه شاهد برگردان تام برای بازپرسی مجدد از شاهد برخواست. کلانتر آیا شما مدرکی دارین که نشون بده شب 29 اکتبر تا بامداد سیوم جریان یا جزر مد یا باد شدیدی وجود داشته که میتونسته برای کسی که با قایق از اسکله بارکلیکو به برج آتشبانی میرفته زمان رو کاهش بده یا مدرکی داریم که نشون بده خانم کلارک زمینی به برج رفته نه اما مطمئن نه. کلانتر اینکه شما از چه چیزی مطمئن هستید یا نیستین اهمیتی نداره آیا شما مدرکی دارین که نشون بده شب 29 اکتبر 1969 جزر و مد شدیدی اتفاق افتاده؟ نه، ندارم. فصل 53 حلقه گم شده 1970 صبح روز بعد تام فقط یک شاهد دیگر برای بازجویی داشت. آخرین برگ برنده او. تیم اونیل را فراخواند که سی و هشت سال بود قایق سید میگوی خود را در آبهای مجاور بارکلیکو هدایت می کرد. تیم حدود 65 سالی داشت. قد بلند اما چهار شانه بود. موهای پرپشت قهوه‌ای با رگه های خاکستری داشت اما ریش کاملش تقریبا سفید شده بود. اهالی او را فردی ساکت و جدی، صادق و با محبت می که همیشه هوای خانم را داشت. به عنوان آخرین شاهد عالی بود. تیم آیا این درسته که شب 29 تا بامداد 30 اکتبر حدود ساعت 1:45 دقیقه تا دوی بامداد شما داشتید قایقتون رو به طرف اسکله بارکلیکو هدایت می‌کردین؟ بله. دو تا از خدمه قایقتون، آقای هال میلر که اینجا شهادت داده و آقای آلن هانت که سوگند نامه را امضا کرده ادعا می خانم کلارک رو دیدن که تقریبا در ساعات ذکر شده با قایق از اسکله میگذشته و سمت شمال میرفته. آیا شما از اظهارنامه اونها خبر داری؟ بله. آیا شما هم در همان زمان و مکان همون قایقی رو که آقای میلر و آقای هانت دیدن دیدی؟ بله دیدم. و شما با اظهارات اونها مبنی بر اینکه کسی که دیدین با قایق سمت شمال میره خانم کلارک بوده موافقین؟ نه نیستم. چرا نیستین؟ چون تاریک بود. ماه در نیومده بود. و قایق دورتر از اون بود که بشه با قاطعیت کسی رو تشخیص داد. من تمام کسانی رو که این حوالی از اون مدل قایق دارن میشناسم. خانم کلاک رو هم در قایقش زیاد دیدم و بلا فاصله میشناسمش. اما اون شب هوا تاریک تر از اون بود که بشه قایق رو شناخت و دید کی سوارشه. متشکرم تیم. دیگه سوالی ندارم. اریک به جایگاه شاهد نزدیک شد. تیم حتی اگه شما نتونستین اون قایق رو شناسایی کنین یا اینکه دقیقا متوجه بشین اون فرد چه کسی بوده آیا تایید میکنین شبی که چیس اندروز حوالی ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد فوت کرده قایقی به همون اندازه و شکل قایق خانم کلارک تقریبا در همون ساعت به طرف برج آتشبانی بارکلیکو رفته؟ بله میتونم بگم اون قایق به همون اندازه و شکل قایق خانم کلارک بود. خیلی متشکرم. تام در ادامه بازجویی برخاست و از همانجا صحبت کرد. تیم برای تایید دوباره شما شهادت دادید که بارها خانم کلارک را در قایق شناخته بودین. اما اون شب اصلاً چیزی ندیدین که نشون بده اون قایق خانم کلارک یا قایق ران خود خانم کلارکه. درسته؟ درست. و آیا میتونین به ما بگین قایق‌های زیادی به اندازه و شکل قایق خانم کلارک هستن که در این منطقه رفت آمد میکنن؟ او بله، قایق ایشون یکی از معمولی‌ترین قایق‌های این اطرافه. تعداد زیادی قایق شبیه قایق ایشون هست که اینجا رفت و آمد میکنن. پس قایقرانی که شما اون شب دیدین میتونسته هر کدوم از اون اشخاصی که قایق مشابهی دارن بوده باشه؟ دقیقاً. متشکرم آلی جناب. وکیل مدافع نیاز به استراحت داره. قاضی سیمز گفت 20 دقیقه استراحت میکنیم. دادگاه تعطیل. اریک برای جلسه اختتامیه کراوات پهن طلایی با رگه های شرابی زده بود. وقتی به هیئت منصفه نزدیک شد و مقابل نرده هایی استاد، اتاق در سکوت انتظار می کشید. او عمدن چشمهایش را از یک فرد به دیگری حرکت می داد. خانومها و آقایان هیئت منصفه شما از اهالی منطقه پر افتخار و منحصر به فرد هستید سال گذشته شما یکی از فرزندانتون را از دست دادی مرد جوانی که ستاره درخشان این منطقه بود و در انتظار زندگی طولانی با همسر زیباش وقتی او اظهاراتش را در مورد آنکه چطور کیا چیس اندروز را به قتل رسانده است تکرار می کرد کیا حرفهایش را درست نمی شنید. در حالی نشسته بود که آرنجهایش روی میز بودند. سرش را در دستهایش گرفته بود و فقط بخشهایی از های او را متوجه می شد. دو مرد خوشنام این منطقه خانم کلارک و چیس رو در جنگل دیدن. شنیدن که ایشون کلمات تو رو میکشم رو به کار برده. کلاه قرمز پشمی که الیافش روی کاپشن جین او بوده. چه کس دیگه ای ممکن بوده گردم بند رو در بیاره؟ شما میدونین که این جریان و بادها سرعت رو به شدت افزایش میدن. ما از سبک زندگی ایشون متوجه میشیم که ایشون کاملا توانایی اون رو داشته که در شب قایق رانی کنه در تاریکی از برج بالا بره و تمام این موارد دقیقا با هم مطابقت میکنن تک تک حرکاتی که ایشون اون شب انجام داده شما میتونین و باید متهم رو به جرم قتل عمد گناهکار اعلام کنید. متشکرم که وظیفتون رو انجام میدی. قاضی سیمز به تام سرتکان داد و او به جایگاه هیئت منصفه نزدیک شد. خانومها ها و آقایان هیئت منصفه من در بارکلیکو بزرگ شدم و وقتی جوان بودم در مورد دختر مرداب داستان های عجیب و غریبی می شنیدم. بله بذارین با سراحت در این مورد صحبت کنیم. ما اون رو دختر مرداب صدا می زدیم. هنوز خیلی از ما اون رو به همین اسم صدا می زنیم. بعضی از مردم در گوش هم می گفتن بخشی از اون گرگه یا اون حلقه شده بین شامپانزه و انسانه چشماش در تاریکی می درخشه. اما واقعیت این بود که اون کودکی رها شده بود. دختر کوچکی که ناچار بود در مرداب به تنهایی با گرسنگی و سرما زندگیش رو بگذرونه. اما ما بهش کمک نکردیم به جز یکی از معدود دوستانش جامپین. هیچ کدوم از کلیساها یا گروه های اجتماعی بهش غذا یا لباس ندادن. در عوض روی اون برچسب زدیم و تردش کردیم چون فکر می کردیم متفاوته. اما خانوم ها و آقایون آیا ما خانوم کلارک رو ترد کردیم چون متفاوت بود یا اینکه متفاوت بود چون ما تردش کرده بودیم؟ اگر ما اون رو مثل کسی که از خودمونه میپذیرفتیم. فکر میکنم برای همینه که امروز اون در این شرایط قرار داره. اگه ما بهش غذا داده بودیم، لباس داده بودیم، دوستش داشتیم، اون رو به کلیساها و خونه همون دعوت میکردیم، نسبت به اون قرضورزی نمیکردیم، من باور دارم اون امروز به اتهام جنایت اینجا نمی نشست. وظیفه قضاوت در مورد این زن جوان کمرو و ترد شده روی شانه های شماست. اما شما باید بر اساس واقعیاتی قضاوت کنین که در مورد این پرونده و در این دادگاه ارائه شده. نه بر اساس شایعات، یا احساساتی که در 24 سال گذشته وجود داشته واقعیات صحیح کدوم ها هستن درست مانند زمان دادرسی ذهن کیا فقط بخش هایی از این اظهارات را درک می کرد. دادستان حتی ثابت نکردند که این مصیبت ناگهانی در حقیقت قتل بوده و نه یک تصادف ساده غمانگیز نه آلت ای، نه جراحت ناشی از هل دادن، نه شاهدی، نه اثر انگشتی. یکی از مهمترین واقعیاتی که اثبات شده اونه که خانم کلارک غیبت هنگام وقوع جرم داشتن ما میدونیم شبی که چیس فوت کرد ایشون در گیرین ویل بودند هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ایشون لباس مردانه پوشیده و با اتوبوس به بارکلی رفته وجود نداره در حقیقت دادستان نتونستن ثابت کنن که ایشون اصلا اون شب در بارکلی بوده نتونستن ثابت کنن که ایشون به برج رفته باز هم میگم حتی یک مدرک هم وجود نداره که ثابت کنه خانم کلارک در برج آتشبانی و در بارکدی بوده یا چیس اندروز رو به قتل رسونده و آقای اونیل که از سی و هشت سال پیش مالک و کاپیتان قایق سید میگوه شهادت داد که هوا تاریکتر از اون بوده که بشه اون قایق رو شناسایی کرد. الیاف روی کاپشن اون که میتونسته متعلق به چهار سال پیش باشه. اینها واقعیت های بیچون و چرا هستند. حتی یک نفر از شهود دادستان از چیزی که دیده مطمئن نبود. حتی یک نفر. تام لحظه ای مقابل هیئت منصفه ایستاد. من بیشتر شما رو خیلی خوب میشناسم و میدونم که میتونین قرض ورزی های گذشته علیه خانم کلارک رو کنار بذارید. گرچه ایشون در زندگیش فقط یک روز به مدرسه رفت چون بچه های دیگه اذیتش کردن خودش درس خوند و یک طبیعت شناس و نویسنده برجسته شد. ما اون رو دختر مرداب صدا زدیم حالا مؤسسات علمی اون رو کارشناس مرداب صدا میزنن من معتقدم شما میتونین تمام شایعات و داستانهای عجیب و غریب رو کنار بذارید معتقدم شما بر اساس واقعیاتی که در این دادگاه شنیدین قضاوت نهایی رو انجام خواهید داد نه شایعات بی اساسی که سالها شنیدین و بالاخره اینکه وقت اون رسیده که ما نسبت به دختر مرداب منصف باشیم. فصل 54 برعکس 1970 تام در حالی که به سندلی های لنگ به لنگه ی اتاق کوچک کنفرانس اشاره می کرد به تیت، جودی، اسکاپر و رابرت فاستر تعارف کرد بنشینند. دور میز مستطیلی که رویش لک های دایره ای لیوان قهوه افتاده بود نشستند. رنگ تمام دیوارها پوسته کرده بود. بالای دیوارها سبز مقص پستهی بود و پایینشان سبز تیره. بوی رطوبت دیوارها کمتر از مرداب نبود. تام در حالی که داشت در را پشت سرش میبست گفت شما میتونین اینجا منتظر بمونین. انتهای راه رو روبروی اتاق ارزیابی ماشین قهوه هست. اما به اندازه سه نفر قهوه نداره. غذاخوری قهوه کافی داره. بذار ببینم کمی از یازده گذشته. بعدا برای نهار تصمیم میگیری. تیت به طرف پنجره رفت که میله های شبک شبکه لوزی شکل داشت. گویی کسان دیگری که منتظر صدور حکم بودند تلاش کرده بودند فرار کنند. از تام پرسید کیا رو کجا میبرن؟ به سلولش؟ باید اونجا تنها منتظر بمونه؟ بله توی سلولشه. من الان دارم میرم ببینمش. رابرت پرسید فکر میکنین صدور حکم هیئت منصفه چقدر طول بکشه؟ اصلا نمیشه حد زد وقتی آدم فکر میکنه سریع انجام میشه چندین روز طول میکشه و برعکس احتمالا بیشترشون قبلا تصمیمشون رو گرفتن و طرف کیا نیستن اگر یکی دو تا از اعضای هیئت منصفه تردید داشته باشند و سعی کنند بقیه رو متقاعد کنند که جرم به طور قطعی ثابت نشده ما شانسی برای برد داریم آنها آهسته سر تکان دادند عبارت به طور قطعی بر شانه سنگینی می کرد. گویی جرم ثابت شده اما فقط قطعی نشده است. تام ادامه داد. خیلی خوب. من دارم میرم کیا رو ببینم. بعد میرم کارم رو انجام میدم. باید درخواست استیناف رو آماده کنم و حتی اشارهی به سوء اداد رسی داشته باشم. لطفا یادتون باشه که اگه محکوم بشه پایان راه نیست. به هیچ وجه نیست. من سری میرم و برمیگردم. اگر خبری شد مطمئنن بهتون اطلاع میدم. تیت گفت ممنون. و بعد اضافه کرد لطفا به کیا بگین ما اینجا هستیم و اگه بخواد میریم پیشش گرچه کیا در دو ماه گذشته تقریبا کسی را نپذیرفته بود و به خصوص در چند روز گذشته فقط با تام ملاقات کرده بود حتما بهش میگم تام رفت جامپین و میبل ناچار بودند کنار چند سیاه پوست دیگر بیرون میان نخل های مرداب و علف های ریسمانی میدان منتظر صدور حکم بمانند. درست وقتی زیرنداز رنگارنگشان را روی زمین پهن کردند و نان و سوسیس ها را درآوردند، رگبار باران وادارشان کرد، همه چیز را به سرعت بردارند و زیر سقف جلو آمده سینگ اویل پناه بگیرند. آقای لین فریاد زد که آنها باید بیرون منتظر بمانند. حقیقتی که آنها صد سال بود میدانستند و نباید سر راه مشتری هایی استاد. تعدادی از سفید پوستان در رستوران یا برای قهوه در داگان تجمع کرده بودند و بقیه در خیابان زیر چترهای شاد دور هم جمع شده بودند. کودکان پاهایشان را داخل گودالهای آبی که ناگهان درست شده بود میکوبیدند و در حالی که منتظر یک نمایش بودند ذرت بوداده میخوردند کیا که میلیون ها دقیقه از عمرش را با تنهایی سر کرده بود فکر میکرد تنها بودن را میشناسد. شناسد. یک عمر زل زدن به میز کهنه آشپزخانه به اتاق خوابهای خالی و امتداد بی انتهای دریا و علف کسی را نداشت که شادی پری را که پیدا کرده یا نقاشی رنگ روغنی را که تمام کرده بود با او سهیم شود و شعر خواندن برای مرغان دریایی را اما پس از آن که جیکوب در میله سلول را که جیرینگ جیرینگ می کرد بست و آن در سنگین را با یک ضربه نهایی قفل کرد سکوت سردی حکم فرما شد انتظار کشیدن برای صدور حکم محاکمه جنایی خودش کیفیت متفاوتی از تنهایی را به همراه داشت. این پرسش که می میرد یا زنده می ماند ذهنش را مشغول نمی کرد. حراس بزرگتر او سالها در زندان بودن و تنهایی کشیدن دور از مردابش بود. بدون مرغان دریایی بدون دریا و در جایی بی ستاره همبندی های انتهای راه رو آزاد شده بودند دلش برای یاوگوی هایشان کمی تنگ شده بود برای حضور یک انسان هر قدر هم پست و دون پایه حالا او تنها در این تونل دراز سیمانی و قفل و ای سکونت داشت. از میزان تعصب و قرزورزی که علیهش وجود داشت با خبر بود و میدانست صدور حکم زود هنگام به معنی بررسی و تعمل کمتر و به معنی محکومیت خواهد بود. ذهنش قفل کرد. زندگی پیچیده و شکنجه آور محکوم شده فکر کرد جبه را زیر پنجره بگذارد و دنبال جانوران شکاری در مرداب بگردد اما همانجا نشست در سکوت دو ساعت بعد ساعت یک بعد از ظهر تام در اتاقی را که تیت جودی اسکاپر و رابرت فاستر در آن منتظر بودند باز کرد خب یه خبری دارم تیت به سرعت سرش را بلند کرد چی هنوز حکم صادر نشده نه نه حکمی صادر نشده اما فکر کنم خبر خوبیه هیئت منصفه خواسته صورت جلسه های دادگاه رو از شهادت رانندگان اتوبوس ببینه. معنیش اینه که دست کم دارن در مورد شواهد فکر میکنن و همینطوری حکم صادر نمیکنن. البته شهادت رانندگان اتوبوس مهم بود. هر دوشون گفتن اطمینان دارن کیا داخل اتوبوس های اونا نبوده و در مورد تغییر لباس هم مطمئن نبودن. گاهی اوقات سیاه و سفید دیدن گواهی شهود برای هیئت منصفه تعیین کنند است حالا باید ببینیم اما کورسوی امیدی هست جودی گفت ما این کورسوی امید و حفظ میکنیم ببینین از وقت نهار گذشته شما چرا نمیرین رستوران قول میدم اگه اتفاقی افتاد بهتون اطلاع بدم تیت گفت من فکر نمی کنم برم. اونجا همهشون دارن در مورد این صحبت می کنن که کیا کاملا گناه کاره. می فهمم. منشیم رو میفرستم چند تا همبرگر بگیره. چطوره؟ اسکاپر گفت خیلی خوبه ممنون و چند دلار از کیف پولش درآورد. تام ساعت دو و پانزده دقیقه برگشت به آنها بگوید هیئت منصفه خواسته شهادت پزشک قانونی را ببیند نمیدونم این به نفع ماست یا نه تیت ناسزا گفت لعنتیا چطور کسی میتونه تو این شرایط زندگی کنه سعی کن آروم باشی ممکنه چند روز طول بکشه من بهتون خبر میدم ساعت چهار تام با چهره ای عبوس و در هم دوباره در را باز کرد. خب آقایون. هیئت منصفه حکم و صادر کرده. قاضی به همه دستور داده به دادگاه برگردن. تیت ایستاد. این معنیش چیه؟ این که اینقدر سریع اتفاق افتاده. جودی به بازویش زد. بیا تیت. بیا بریم. آنها در راه رو به بقیه اهالی پیوستند که در حالی که شانه هایشان به هم میسایید از بیرون آمدند و هوای نمور، بوی دود سیگار، موهای خیس از باران و لباس های مرتوبشان را هم با خودشان آوردند. اتاق دادگاه در کمتر از ده دقیقه پر شد. بسیاری نتوانستند جا پیدا کنند و دست دسته در راه رو یا پله های مقابل ساختمان ایستادند. در ساعت چهار و سی دقیقه معمور اجرایی کیا را به سندلیش راه نمایی کرد. برای اولین بار بازویش را گرفت و به او کمک کرد. در حقیقت به نظر می رسید اگر این کار را نکند او می افتد. کیا اصلا چشم از زمین بر نداشت. تیت تمام انقبازات چهره کیا را زیر نظر داشت و با نفسهایش با حالت تهوع مبارزه می کرد. خانم جونز منشی وارد شد و سر جایش نشست. سپس هیئت منصفه گرفته و عبوس با حالتی مانند مجلس ترهیم وارد جایگاهشان شدند. خانم کالپپر به کیا نگاهی انداخت. بقیه نگاهشان را مقابلشان دوختند. تام سعی کرد چهره هایشان را بخواند. در اتاق هیچ صدای صرفه یا حرکتی به گوش نمی رسید. همگی قیام کنید. در مخصوص قاضی سیمز باز شد و او روی صندلیاش نشست. لطفاً بشینی. آقای فورمن، آیا درسته که هیئت منصفه در مورد حکم به توافق رسیده؟ آقای تاملینسون، مرد آرامی که صاحب کفش فروشی باستر براون بود، در ردیف اول ایستاد. همینطور عالی جناب. قاضی سیمز به کیا نگاه کرد. ممکنه لطفاً متهم برای خونده شدن حکم بیسته؟ تام بازوی کیا را لمس کرد. کمک کرد به تیت دستش را روی نرده ها تا جایی که می توانست نزدیک کیا گذاشت. جامپین دست میبل را در دست گرفت. هیچ کدام از حاضران این اتاق هرگز چنین تپش قلب و چنین تنگی نفس مشترکی را تجربه نکرده بودند. چشمها حرکت می کردند و دستها عرق کرده بودند. حال میلر خدمه قایق سید میگو برای تایید آنکه واقعا قایق آن شب به خانم کلارک تعلق داشته با خودش در جدال بود. اگر اشتباه کرده بود چه؟ بیشتر حاضران به زمین و دیوارها خیره شده بودند. نه به پشت سر کیا. به نظر می رسید دهکده منتظر قضاوت دادگاه است نه کیا. تعداد کمی هم بودند که شادی زشت انتظار برای آن لحظه بحرانی را حس می کردند. آقای تاملینسون صاحب فروشگاه یک تکه کاغذ کوچک به معمور اجرایی داد. و او هم آن را به قاضی تحویل داد. قاضی آن را باز کرد و با چهره بی حالت خواند. سپس معمور اجرایی آن را از قاضی سیمز گرفت و به خانم جونز منشی دادگاه داد. تیت تف کرد. کسی هست اون رو برامون بخونه؟ خانم جونز ایستاد و رو کرد به کیا. برگه کاغذ را باز کرد و خواند. ما، هیئت منصفه، خانم کاترین دانیل کلارک متهم به قتل عمد آقای چیس اندروز را بی گناه می دانیم. کیا خم شد و نشست. تام هم نشست. تیت چشمهایش را باز و بسته کرد. جودی هوا را داخل ریه فرو برد. میبل حق حق گریه کرد. حاضران در اتاق هیچ حرکتی انجام نمی دادند. اشتباه شده بود. فورا پچ پچی شروع شد و به صورت پرسش های خشمالود اوج گرفت اینا چی گفتن؟ منشی گفت بیگناه؟ آقای لین فریاد زد این درست نیست؟ قاضی چکشش را کوبید سکوت خانم کلارک هیئت منصفه شما رو نسبت به اتهام وارده بیگناه میدونه شما آزادین که برین و من از جانب این دستگاه برای دو ماهی که شما در زندان سپری کردین عذر خواهی میکنم هیئت منصفه از شما برای صرف وقت و خدمت به اهالی سپاس گذاریم. دادگاه تعطیله گروه کوچکی اطراف پدر و مادر چیس جمع شد. پتی لاو گریه می کرد. سارا مانند بقیه حاضران ابرو در هم کشیده بود اما متوجه شد آرامش زیادی پیدا کرده است. خانم پنسی امیدوار بود کسی متوجه رها شدن آروارش نشده باشد. قطره اشکی از روی گونه خانم کالپپر پایین آمد و بعد برای مدرسه گریز کوچولوی مرداب لبخندی محزون زد که دوباره گریخته بود. گروهی از مردان با لباس سرهمی انتهای اتاق ایستاده بودند. هیئت منصفه باید توضیح بده. اریک نمیتونه محاکمه را نادرست اعلام کنه؟ همه چی تمومه؟ نه یادت رفته نمیشه محاکمه جنایی دوبار باشه تقصیر کلانتره کلانتر اریکو به اشتباه انداخت حرفای زد و نقیز زد نتونست درستش کنه این فرزیه اون فرضیه همچی با غرور را میرفت انگار کی هست اما این گروه کوچک ناراضی به سرعت پراکنده شد تعدادی نیز همانطور که سرگردان از در بیرون میرفتند در مورد جبران عقب افتادگی کارهایشان و اینکه چطور باران هوا را خنک کرده صحبت میکردند جودی و تیت با عجل خودشان را از در چوبی به میز وکیل مدافع رسانده بودند اسکاپر جامپین میبل و رابرت پشت سرشان رفتند و دور کیا حلقه زدند به او دست نزدند اما در همان حال که او بی حرکت نشسته بود نزدیکش ایستادند. جودی گفت کیا؟ میتونی بری خونه؟ میخوای با ماشین ببرمت؟ بله، لطفا. کیا ایستاد و از اینکه رابرت این همه راه را از بستون آمده از او تشکر کرد. او لبخند زد. شما کلا این ماجرای بیمعنی رو فراموش کنی و به کار حیرت آورتون ادامه بدی. کیا بازوی جامپین را لمس کرد و میبل او را در آغوش راحتش جای داد. سپس کیا رو کرد به تیت. برای چیزایی که آوردی ازت ممنونم. رو کرد به تام اما جمله‌ای پیدا نکرد. تام فقط به او لبخند زد. سپس رو کرد به اسکاپر. او هرگز به کیا معرفی نشده بود اما از چشمهایش او را شناخت. به معنای تشکر سرش را آرام تکان داد و با کمال تعجب دید که او دستش را روی شانش گذاشت و آهسته فشرد. سپس کیا با جودی پشت سر مامور اجرایی به طرف در پشتی اتاق دادگاه را افتاد و وقتی از کنار پنجره میگذشتند دست دراز کرد و ساندی جاستیس را نوازش کرد او به کیا توجهی نکرد و کیا او را برای اینکه اینقدر عالی وانمود می کند نیازی به خداحافظی ندارد تحسین کرد وقتی در باز شد کیا نفس دریا را روی صورتش حس کرد فصل پنجاه و پنج گلهای علف 1970 جودی همانطور که وانتش را به طرف جاده خاکی مرداب میراند آهسته با کیا صحبت کرد و گفت حالش خوب می شود، فقط زمان می برد. کیا لویی ها، هواسیل ها، کاچ ها و گودال هایی را که گذشته را در ذهنش زنده می کردند به دقت بررسی می کرد. گردن کشید تا دو سگ آبی را در حال شنا ببیند. مانند پرستوی دریایی که ده هزار کیلومتر تا ساحل زادگاهش پرواز کرده ذهنش در شوق و انتظار رسیدن به خانه اوتور بود و پرگویی های جودی را نمی شنید. دلش می خواست او هم ساکت باشد و در درونش به طبیعت بکر گوش کند. وقتی جودی وارد آخرین کوچه بادخیز شد و کلبه قدیمی که آنجا زیر درختان بلوط در انتظار بود نمایان شد نفس کیا بند آمد خزه های اسپانیایی بالای سقف زنگ زده در باد تکان می و هواسیل ها زیر سایه های تالاب تعادلشان را روی یک پا حفظ کرده بودند. به محض که جودی وانت را نگه داشت کیا بیرون پرید و به طرف کل بدوید. به تخت خواب، میز غذاخوری و اجاق هیزومی دست کشید. تیت که میدانست کیا چه میخواهد یک کیسه خورده نان گوشهای گذاشته بود و کیا که انرژی تازه‌ای به دست آورده بود با آن به طرف ساحل دوید همانطور که مرغان دریایی از بالا و پایین ساحل به طرفش پرواز می کردند، عشق روی گونه هایش جاری شد. قرمز بزرگه با صدا کنارش فرود آمد و شروع کرد به تکان دادن سرش. کیا در ساحل زانو زده بود. میان پرندگان از خود بیخود شده بود و می لرزید. من هیچ وقت از آدما چیزی نخواستم. شاید حالا دیگه تنهام بذارم. جودی وسایل کمی را که او داشت داخل خانه برد و در قوری قدیمی چای درست کرد سپس پشت میز نشست و منتظر ماند بالاخره صدای باز شدن در ایوان را شنید کیا وقتی وارد آشپزخانه شد گفت اوه تو هنوز اینجایی معلوم بود که هنوز اینجاست وانتش بیرون در کاملا جلوی چشم بود گفت لطفا یه دقیقه بشین. میخوام باهات حرف بزنم. کیا ننشست. من خوبم جودی. واقعا خوبم. خب معنیش اینه که میخوای من برم؟ کیا تو دو ماه توی اون سلول تنها بودی و فکر کردی همه دهکده ضد تو هستن. نذاشتی کسی به دیدنت بیاد. من همه اینا رو میفهمم میفهمم اما فکر نمی کنم درست باشه سوار ماشینم بشم برم و تو رو تنها بذارم میخوام چند روزی پیشت بمونم اشکالی که نداره ببین جودی من تقریبا تمام عمرم تنها زندگی کردم نه دو ماه و فکر نکردم بلکه مطمئنم یه دهکده ضد منه کیا نظر این اتفاق وحشتناک تو رو از مردم دورتر کنه این سختی روح انسان رو داغون میکنه اما به نظر میرسه فرصتی برای شروع دوباره است شاید اون حکم روشی برای گفتن اینه که تو رو میپذیرن بیشتر آدما ناچار نیستن از اتهام قتل تبرئه بشن تا دیگران اونا رو بپذیرن. میدونم کیا و تو تمام دلایل دنیا رو برای تنفر از مردم داری. من تو رو مقصر نمیدونم اما این همون چیزیه که هیچ کس راجع به من نمیدونه. صدایش را بالا برد. من هیچ وقت از مردم تنفر نداشتم. اونا از من متنفر بودن. اونا به من خندیدن. اونا منو ترک کردن. اونا منو اذیت کردن. اونا به من حمله کردن. خب درسته. من یاد گرفتم بدون اونا زندگی کنم. بدون تو. بدون مامان. یا هر کس دیگه. جودی تلاش کرد او را نگه دارد اما او به سرعت خودش را کنار کشید. جودی شاید من الان فقط خستم. در حقیقت دارم از پا می افتم. خواهش می کنم. من باید به تمام اینا تسلط پیدا کنم. زندان، فکر اعدام، به تنهایی. چون همیشه تنهایی راهی بوده که بلد بودم. نمیدونم چطور خودم رو آروم کنم حتی خسته تر از اونم که این مکالمه را ادامه بدم. صدایش قطع شد. منتظر پاسخ نماند. از کل به بیرون رفت و به طرف جنگل بلوط حرکت کرد. جودی که میدانست بیفای دست دنبالش نرفت. میتوانست منتظر بماند. از روز قبل برای آنکه شاید کیا تبرعه شود مایحتاج اولیه او را تهیه کرده به کلبه آورده بود و حالا داشت برای درست کردن غذای مورد علاقه او پای مرغ خانگی سبزی خورد می کرد. اما وقتی خورشید غروب کرد نتوانست تحمل کند یک لحظه دیگر او را از کلبهش دور نگه دارد برای همین پای داغ را که رویش حباب درست شده بود روی اجاق هیزومی گذاشت و از در بیرون رفت. کیا دور زده به ساحل رفته بود و وقتی صدای وانت او را شنید که آهسته به پایان کوچه نزدیک می شود به طرف خانه دوید. عطر خمیر طلایی کلبه را تا سقف پر کرده بود. اما کیا گرسنه نبود. در آشپزخانه رنگ های روغنیش را برداشت و تصمیم گرفت کتاب بعدیش را در مورد علف های مرداب بنویسد. مردم به ندرت به علف ها توجه می کردند. تنها کاری که انجام می این بود که آنها را کوتاه کنند، زیر پا لگدشان کنند یا آنها را سمپاشی کنند. کیا با قلم مویش رنگ سبز مایل به سیاه را روی بوم کشید. شکل‌های تاریکی ظاهر شدند. شاید الفزاری رو به نابودی در طوفان بود. مشکل میشد تشخیص داد. کیا سرش را پایین انداخت و هق هق گریه کرد. الان چرا من عصبانیم؟ چرا حالا؟ چرا اینقدر نسبت به جودی بدجنسی جنسی کردم؟ لنگید و خودش را مانند عروسک کهنهی روی زمین سر داد. مانند توپ خودش را جمع کرد. هنوز داشت گریه می کرد. آرزو کرد کاش می توانست به آغوش تنها کسی که او را همانطور که هست پذیرفته بود پناه ببرد. اما گربه به زندان برگشته بود. کیا درست پیش از تاریکی به ساحل برگشت. آنجا مرغان دریایی داشتند خودشان را با منقار تمیز می کردند و برای خواب شب آماده می شدند. وقتی خودش را به آب زد خورده های صدف و خرچنگ به انگشت های پایش میخوردند و دوباره به دریا برمیگشتند. کیا دست دراز کرد و دو پر پلیکان برداشت. درست مانند پری که تیت سالها پیش برای کریسمس لابلای فرهنگ لغات داخل حرف پ گذاشته و به او هدیه داده بود. شعری از آماندا همیلتون را زمزمه کرد. تو دوباره از راه رسیدی. چشمهایم را بستی مانند درخشش آفتاب روی دریا. درست آن هنگام که احساس آزادی می کنم ماه عکس روی تو را روی لبه پنجره می اندازد. هر بار فراموشت می کنم، چشمانت به قلبم نفوذ می کنند و قلبم از حرکت می ایستد. پس بدرود تا بار دیگر بیایی تا سرانجام دیگر تو را نبینم. صبح روز بعد پیش از طلوع خورشید کیا در ایوان روی تختش نشست و رایحه قوی مرداب را با قلبش استشمام کرد. وقتی نور ضعیف آفتاب در آشپزخانه پخش شد برای خودش کمی بلغور، خاگینه و کلوچه هایی به سبکی و نرمی کلوچه های مادر درست کرد. تمام آنها را خورد. سپس همینطور که خورشید بالا می آمد با عجله به طرف قایقش رفت. پت, پت کنان در تالاب جلو میرفت و انگوشت های دستش را داخل آب شفاف و عمیق فرو می کرد. همانطور که در کانال های آب پیش میرفت، با لاک پشت و مرغ های ماهی خار صحبت میکرد و دست هایش را بالای سرش می بود. خانه با خودش گفت تمام روز هر چی میخوام جمع میکنم در پس ذهنش این فکر را داشت که ممکن است تیت را ببیند شاید او همان نزدیکی کار میکرد و کیا به او برخورد میکرد کیا میتوانست او را به کلبه دعوت کند و پای مرغی را که جودی درست کرده بود با او تقسیم کند کمتر از دو کیلومتر جلوتر تیت وارد آب کم عمق شده و نمونه ها را در شیشه های خیلی کوچک می ریخت. با هر قدمش ردی روی امواج آرام به جا می ماند. تیت قصد داشت نزدیک کلبه کیا بماند. شاید او با قایق وارد مرداب میشد و یکدیگر را میدیدند اگر نمیآمد تیت غروب به کلبهاش میرفت هنوز تصمیم نگرفته بود دقیقا به او چه بگوید اما در فکرش بود. در فاصله دور صدای قررش خشمگین موتوری به گوش رسید و صدایی بسیار زیر و بسیار بلندتر از قایق موتوری صداهای گوشنواز مرداب را مغلوب خود کرد. تیت رد صدا را که به طرف او حرکت می کرد گرفت و ناگهان یکی از آن قایقهای ملخی که او تا به حال ندیده بود به سرعت نمایان شد. بدون آنکه بال بزند روی آب و حتی علف ها حرکت می کرد و پشت سرش آب را اسپری می کرد. صدای ده آژیر را داشت. قایق در حالی که به درخچه ها و علف ها برخورد می کرد، روی رد خودش در مرداب برگشت و بعد در دهانه رود سرعت گرفت. هواسیل ها و مرغ های ماهی خار جیغ جیغ می کردند. سه مرد پشت سکان ایستاده بودند و وقتی تیت را دیدند به طرف او چرخیدند. همانطور که نزدیک می شدند، او کلانتر جکسون، معاونش و مرد دیگر را شناخت. وقتی قایق پرزرق و برق سرعتش را کم کرد و نزدیک شد قسمت عقبش پایین رفت. کلانتر با صدای بلند چیزی به تیت گفت اما تیت با وجود آن که دستش را دور گوشش گذاشته و به طرف آنها خم شده بود نمی توانست از میان قررش ها صدای او را بشنود. آنها باز هم نزدیکتر شدند تا اینکه قایق از لابلای گلولای کنار تیت ایستاد و به پاهایش چسبید کلانتر همانطور که فریاد میکشید خم شد کیا هم که همان نزدیکی بود صدای قایق عجیب را شنیده بود و آن را وقتی به تیت نزدیک میشد دید پشت یک بوته زخیم رفت و او را نگاه کرد که چطور حرفهای کلانتر را شنید. سپس کاملا بی حرکت ایستاد. سرش را پایین انداخت و شانه هایش به حالت تسلیم خمیده شد. حتی از این فاصله هم درماندگی او قابل تشخیص بود. کلانتر دوباره فریاد زد و تیت بالاخره دستش را بالا برد و اجازه داد معاون کلانتر او را داخل قایق بکشد. مرد دیگر داخل آب پرید و از قایق تیت بالا رفت. تیت چانش را پایین آورده بود. چشمهایش را پایین انداخته بود و میان دو مرد اونیفورم پوش ایستاده بود که داشتند با قایق میچرخیدند و به سرعت از میان مرداب به طرف بارکلیکو برمیگشتند. مرد دیگر پشت سرشان قایق تیت را میراند. کیا به قایق ها که پشت علف های مارماهی ناپدید می شدند خیره شد. چرا تیت را دستگیر کرده بودند؟ آیا با مرگ چیس مرتبط بود؟ آیا تیت را بازداشت کرده بودند؟ دچار استراب شده بود. سرانجام پس از یک عمر اعتراف کرده بود احتمال دیدن تیت، امید دور زدن یک نهر و تماشای او از میان نیزارها بود که او را از هفت سالگی هر روز به مرداب کشانده بود. طالاب ها و مسیرهای مورد علاقه او را میان باطلاق های سعب العبور می شناخت و همیشه از فاصله ایمن او را تعقیب می کرد. دزدکی آنجا رفت آمد میکرد و عشق میورزید اما هرگز آن را با کسی نمی نمیشد اگر کسی را از سمت دیگر رود دوست داشته باشی آسیب نمیبینی تمام سالهایی که تیت را پس زده بود برای آن زنده مانده بود که تیت گوشه ای از مرداب در انتظارش بود. اما حالا شاید دیگر نمی توانست آنجا باشد. به صدای قایق عجیب که رفته رفته ضعیف تر می شد خیره شد. جامپین همه چیز را می دانست. حتما می دانست چرا کلانتر تیت را گرفت و کیا چه کمکی می تواند بکند. موتور قایق را استارت زد و به سرعت در مرداب پیش رفت. فصل 56 هواسیل شب 1970 گورستان بارکیلیکو زیر تونل های بلوط های تیره قرار داشت. خزه های اسپانیایی مانند پرده های بلند آویزان شده برای سنگ قبرهای قدیمی سرپناه های قار مانند ایجاد کرده بودند. بقایای یک خانواده اینجا بود و یک گور تنها آنجا. اصلا هیچ ترتیبی وجود نداشت. انگشت زمخت ریشه ها سنگ قبرها را شکسته خمیده و برامده کرده و به صورت اشکالی بینام درآورده بود. نشانه های مرگ همگی با اجزای حیات دست خوش فرسایش و خرد شده بودند. آواز دریا و آسمان که از فاصله دور به گوش می رسید برای این مکان جدی بیش از حد سرزنده بود. دیروز گورستان پر از اهالی دهکده از جمله تمام ماهیگیران و فروشندگان فروشگاه ها بود که مانند مورچه هایی ثابت قدم حرکت می کردند و برای خاک سپاری اسکاپر آمده بودند. وقتی تیت میان اهالی آشنای دهکده و اقوام ناآشنا پیش می رفت، مردم در سکوتی آزاردهنده دورش جمع شده بود. از وقتی کلانتر تیت را در مرداب پیدا کرده بود که به او بگوید پدرش فوت کرده است. تیت فقط همانطور که به او گفته شده بود قدم برداشته و عمل کرده بود. تمام مدت دستی پشتش بود یا کسی با آرنج به پهلویش زده بود. تیت چیزی به یاد نمی آورد. و تازه امروز به گورستان بازگشته بود تا خداحافظی کند. تمام آن ماهها به کیا چسبیده بود. بعد سعی کرده بود او را در زندان ملاقات کند. تقریبا هیچ وقتی را با اسکاپر نگذرانده بود. باید با احساس گناه و پشیمانی دست و پنجه نرم می کرد. اگر فکر و ذکرش اینقدر سرگرم دل خودش نبود شاید متوجه میشد پدرش ناخوش است کیا پیش از دستگیریش نشانه هایی برای بازگشت بروز داده بود. یک نسخه از اولین کتابش را به او هدیه داده بود. به قایقش آمده بود تا میکروسکوپش را ببیند و وقتی تیت کلاهش را انداخته بود او خندیده بود. اما وقتی محاکمه شروع شده بود بیش از همیشه عقب نشینی کرده بود. تیت فکر کرده بود زندان میتواند با یک نفر این کار را بکند. حتی حالا هم که داشت به طرف قبر جدید می رفت و یک جعبه پلاستیکی قهوه‌ای در دست داشت متوجه شده بود دارد بیش از پدرش به کیا فکر می کند و به خودش ناسزا گفت. به تپه علامت گذاری شده زیر درختان بلوط که دریا زیر پایش قرار داشت نزدیک شد. مزار پدرش کنار مزار مادرش بود و مزار خواهرش در دورترین زل گورستان هر سه داخل دیوار کوچکی از سنگ و سیمان که رویش صدف چیده شده بود برای او فضای کافی باقی مانده بود اصلا به نظر نمی رسید پدرش هم آنجا باشد تیت تقریبا با لبخند گفت باید تو رو هم مثل سمگی می دادم بسوزونم. سپس همانطور که به اقیانوس نگاه می کرد آرزو کرد اسکاپر هر جا که هست قایق داشته باشد. یک قایق قرمز. جبه پلاستیکی را که گرامافونی بود که با باتری کار می کرد روی زمین کنار قبر گذاشت و یک صفحه گرامافون هفتاد و هشت را داخلش جا داد. سوزن گرامافون تلو تلو خورد بعد افتاد و صدای شفاف میلیزا کورجس میان درختان بالا گرفت. تیت میان قبر مادرش و تپه‌ای که پوشیده از گل بود نشست. عجیب بود که آن صدای شیرین موجب شده بود زمین بیشتر رنگ و بوی یک آغاز را پیدا کند تا یک پایان. در حالی که بلند حرف میزد و سرش را پایین انداخته بود از پدرش خواست او را ببخشد که زمان زیادی را دور از او صرف کرده و میدانست اسکاپر این کار را می کند. توصیف پدرش را از یک مرد به یاد آورد. مرد کسی است که می تواند راحت گریه کند. شعر و اپرا را با قلبش حس کند و برای دفاع از یک زن هر کاری می تواند انجام دهد. اسکاپر میتوانست دنبال کردن عشق میان لجنها را درک کند. تیت مدتی آنجا ساکت نشست. یک دستش روی مزار مادرش بود و دیگری روی مزار پدرش. سرانجام برای آخرین بار به قبر دست کشید. به طرف وانتش رفت و به اسکله دهکده که قایقش آنجا بود راند. میخواست سر کار برود و خودش را در شکلهای پیچیده زندگی فرو ببرد. روی بارانداز چند ماهی گیر به طرفش آمدند. او معذب ایستاد و با همان حالت معذب تسلیتشان را پذیرفت. همانطور که سرش را پایین انداخته بود و تصمیم گرفته بود پیش از آن که کس دیگری نزدیک شود از آنجا برود به عقب کشتی کوچک موتوریش قدم گذاشت. اما پیش از آن که پشت سکان قرار بگیرد پر قهوهی روشنی روی کوسن صندلی به چشمش خورد. فورا فهمید پر نرم سینه یک هواسیل شب است. موجود پادراز مرموزی که در اعماق مرداب تنها زندگی می کرد در حالی که آنجا به دریا خیلی نزدیک بود. اطرافش را نگاه کرد. نه، او نمی توانست اینجا تا این حد نزدیک به ده باشد. تیت سویچ را چرخاند و در دریا به طرف جنوب و در نهایت مرداب پیچید. به سرعت در آب راه ها پیش می رفت و از کنار شاخه های پایینی درختان که به قایق ضربه می زدن می گذشت. وقتی قایق را به طرف تالاب کیا هدایت کرد و آن را کنار قایق او بست رد قایقش روی آب متلاطم باقی مانده بود. از دودکش کلبه دودی موجدار و رها بیرون میزد. فریاد زد کیا 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 در ایوان را باز کرد و زیر بلوط ها ایستاد. دامن بلند سفید و یک ژاکت آبی روشن رنگ بال پرندگان پوشیده بود و موهایش روی شانه هایش افتاده. تیت منتظر ماند کیا به طرفش برود. سپس شانه های او را گرفت، به خودش نزدیکش کرد و بعد او را عقب برد. من عاشقتم کیا. اینو میدونی. خیلی وقت اینو میدونی. کیا گفت. تو هم مثل دیگران ترکم کردی. دیگه هیچ وقت ترکت نمی میدونم. کیا تو منو دوست داری؟ هیچ وقت این جمله رو به من نگفتی. من همیشه دوستت داشتم تیت. حتی وقتی بچه بودم. از وقتی نمیدونم کی بوده دوستت داشتم. سرش را کمی پایین انداخت. تیت با ملایمت گفت به من نگاه کن. کیا تردید داشت. صورتش پایین بود. کیا؟ من باید بدونم که دویدن و پنهان شدن تموم شده. که تو میتونی بدون اینکه که بترسی دوست داشته باشی. کیا سرش را بالا آورد و به چشمهای او نگاه کرد. سپس او را به طرف جنگل بلوط مکان پرها هدایت کرد. هنگام غروب وقتی کنار امواج راه می رفتند. تیت دست کیا را گرفت و نگاهش کرد. کیا با من ازدواج می کنی؟ او گفت ما ازدواج کردیم مثل قازها. باشه من مشکلی باهاش ندارم. فصل پنجا و هفت کرم شب تا. آنها هر روز صبح با طلوع سپیده بلند می شدند. تیت قهوه را از صافی رد می کرد و کیا در تابه دستدار مادر که سیاه و قر شده بود پیراشکی ذرت درست می کرد. یا وقتی خورشید داشت در تالاب بالا می آمد بلقور و تخم مرغ هم می زد. ها در مه یک پایی جست می گرفتند. آنها قایقرانی می کردند, به آب میزدند، در رودهای باریک سر میخوردند و پر و آمیب جمع می کردند. عصرها تا غروب با قایق قدیمی کیا گردش می کردند, بعد زیر نور ماه شنا می کردند یا در بستری از های خونک می خوابیدند. آزمایشگاه آرچ بالد به کیا شغلی پیشنهاد کرد. اما او آن را رد کرد و به نوشتن کتابهایش ادامه داد. او و تیت دوباره مرد تعمیرکار را آوردند و او پشت کلبه از چوب خام الواری که با دست بریده شده بود و سقف حلبی برای کیا یک آزمایشگاه و یک کارگاه هنری درست کرد. تیت به او یک میکروسکوپ داد و میزهای کار، قفسه و کموتهایی برای نمونه هایش مهیا کرد. سینی های ابزار و مواد مورد نیازش را هم تهیه کرد. سپس کلبه را بازسازی کردند. یک اتاق خواب جدید، حمام و اتاق نشیمن بزرگتری ساختند. کیا اصرار داشت آشپزخانه را همانطور که هست نگه دارند و بیرون کلبه را رنگ نزنند. برای همین کلبه که حالا بیشتر شبیه یک خانه چوبی شده بود، ظاهر واقعیش را که دوچار فرسایش ناشی از آب و هوا بود، حفظ کرد. کیا از تلفن خانه‌ای در سیوکس با جودی تماس گرفت و او و همسرش لیبی را دعوت کرد آنها چهارتایی مرداب را گشتند و ماهی گیری کردند وقتی جودی ماهی سیم بزرگی را بالا میکشید کیا فریاد زد اونجا را ببین یه ماهی گرفتی قد آلاباما آنها ماهی را سرخ کردند و کوفته آرد ذرت درست کردند قد تخم قاز کیا دیگر هرگز در زندگیش به بارکلیکو نرفت او و تیت بیشتر وقتشان را در مرداب می اهالی دهکده او را فقط از دور به شکل حیبتی میدیدند که در مه سبک پیش میرفت و در طول سالها ماجرای او به افسانه تبدیل شد که بارها و بارها سر میز غذا در حال صرف پنکک و سوسیس داغ گفته میشد. فرضیه ها و غیبت های مربوط به نحوه مرگ چیس اندروز هرگز پایان نپذیرفت. همانطور که زمان میگذشت تعداد بیشتری از اهالی به این باور می رسیدند که کلانتر نباید او را دستگیر می کرد. بالاخره مدرک قطعی که علیه او وجود نداشت. هیچ مدرک واقعی مبنی بر جنایت پیدا نشده بود. چنان رفتاری با موجودی کمرو و ساده بسیار سنگدلانه بود. گاهگاهی کلانتر جدیدی، چون جکسون دیگر هیچ وقت انتخاب نشد، پرونده را باز میکرد. چند بازجویی با افراد مشکوک دیگر انجام میداد، اما چیز زیادی به دست نمی آمد. پس از سالها، پرونده نیز به افسانه تبدیل شد. و با وجود آنکه کیا هرگز به طور کامل از ریشخند و زن اطرافیا آسوده نشد، رضایت اندکی چیزی شبیه شادی در درونش جایگزین شد. یک روز بعد از ظهر کیا روی برگ های نرم کف جنگل دراز کشیده بود و منتظر بود تیت، از جمعآوری نمونه هایش برگردد. با این حس که میدانست او همیشه برخواهد گشت و برای اولین بار در زندگیش تنها رها نخواهد شد نفس عمیقی کشید. صدای قایق او را که پت پت کنن نزدیک میشد شنید. روی زمین لرزش خفیفی احساس می شود. وقتی تیت قایقش را به طرف بوته ها هدایت می کرد کیان نشست و به او که پشت سکان بود دست تکان داد. تیت هم به او دست تکان داد اما لبخند نزد. کیا ایستاد. تیت قایق را به لنگرگاه کوچکی که ساخته بود بست و در ساحل به طرف کیا رفت. کیا خیلی متاسفم. خبر بدی دارم. جامپین دیشب تو خواب فوت کرده. دردی قلب کیارا را فشرد. تمام کسانی که او را ترک کرده بودند این کار را کرده بودند اما این بار تفاوت داشت. این ترد کردن نبود. این مانند برگشتن باز کوپر به آسمان بود. اشک روی گونه هایش جاری شد و تیت او را در آغوش گرفت. تیت و تقریبا تمام اهالی دهکده در مراسم تشیع جامپین شرکت کردند. کیا شرکت نکرد اما پس از مراسم با کمی مربای تمشک که برای بردنش خیلی تأخیر کرده بود به خانه جامپین و میبل رفت. کیا پشت نرده ها مکس کرد. دوستان و اقوام در زمین خاکی ایستاده بودند. برخی صحبت می کردند. بعضی به داستانهای جامپین پیر می خندیدند و بعضی دیگر گریه می کردند. وقتی کیا در نرده ها را باز کرد همه به او نگاه کردند. سپس کنار ایستادند که راه باز کنند. میبل که در ایوان ایستاده بود با عجله به طرف کیا رفت. آنها یکدیگر را در آغوش گرفتند در همان حال جلو و عقب رفتند و گریه کردند میبل گفت خدایا اون تو رو مثل دختر خودش دوست داشت کیا گفت میدونم اون پدر من بود بعد به ساحل کلبش رفت و با کلمات خودش با روش خودش تنها با او ودا کرد. وقتی در ساحل میگشت و جامپین را در ذهن مجسم میکرد، فکر مادرش در ذهنش زنده شد. گویی یک بار دیگر دختر شش ساله کوچکی شده بود که مادرش را میدید که با کفش های قدیمی پوست سوسماریش از کوچه خاکی پایین میرود و رد پاهای عمیقی به جا میگذارد اما در این برداشت مادر در پایان مسیر ایستاد پشت سرش را نگاه کرد و برای خداحافظی دستش را کامل بالا برد و تکان داد او به کیا لبخند زد به خیابان پیچید و داخل جنگل ناپدید شد بالاخره کیا این بار حس خوبی پیدا کرد بدون عشق یا سرزنش گفت خدا نگهدار مادر کمی به دیگران هم فکر کرد پدر برادر و خواهرهایش اما آنقدر به آن خانواده قدیمی دلبستگی نداشت که با آنها ودا کند حسرتی هم که وجود داشت از وقتی جودی و لیبی چندین بار در سال با دو فرزندشان مورف و میندی به دیدن او و تیت می آمدند از بین رفت. بار دیگر کلبه پر از اعضای خانواده شده بود که کنار اجاق هیزومی جمع می شدند و کیک آرد ذرت مادر، خاگینه و گوجه فرنگی ورقه شده میخوردند. اما این بار عشق و محبت وجود داشت. بارکلیکو در طول سالها تغییر کرد. مردی از رالی آمد و در جایی که بیش از صد سال کلبه جامپین قرار داشت تفرجگاه ساحلی با ساخت که بالای هر کدام از شیبهایش یک سایبان آبی روشن داشت که قایقها می توانستند زیر آنها پهلو بگیرند. قایقرانان از سواحل بالا و پایین گردش کنان به بارکلیکو می آمدن و سو دلار برای یک قهوه می پرداختند. در خیابان اصلی کافه های کوچک پیاده رو با چترهای رنگی شیک و گالری های هنری و چشمنداز دریا رونق گرفته بودند. زنی از اهالی نیویورک فروشگاه هدیه باز کرده بود که تمام چیزهایی را میفروخت که اهالی دهکده نیاز نداشتند اما هر گردشگری باید می‌داشت. تقریبا تمام فروشگاه ها میز ویژه ای داشتند که کتاب های کترین دانیل کلارک نویسنده محلی و طبیعت شناس برنده جوایز متعدد را به نمایش می گذاشت. بلغور در فهرست غذای رستوران ها با عنوان پوره بلغور با سس قارچ و قیمت 6 دلار گنجانده شده بود. یک روز هم تعدادی از زنان اهل اوهایو وارد سالن داگان شدند. آنها هرگز تصورش را هم نمی کردند. اولین زنانی باشند که وارد آنجا شدند و میگوی تند در قایقهای کاغذی و نوشیدنی سفارش دادند. حالا بزرگسالان، با هر جنسیت و رنگ پوستی می توانستند از در رستوران وارد شوند. اما ای که در دیوار باز شده بود تا زنان بتوانند از پیاده رو غذا سفارش بدهند هنوز سر جایش بود. تیت کارش را در آزمایشگاه ادامه داد. و کیا هفت کتاب دیگر منتشر کرد که جایزه هایی دریافت کردند. و با وجود آنکه تشویق نامه های زیادی از جمله یک دکترای افتخاری از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل گرفته بود، حتی یک بار نپذیرفت در دانشگاه ها و موزه ها سخنرانی کند. تیت و کیا امیدوار بودند خانواده داشته باشند اما هرگز بچه دار نشدند. این ناامیدی آنها را به هم نزدیک تر کرد و به ندرت پیش می آمد بیش از چند ساعت در روز از هم دور بمانند. گاهی اوقات کیا تنها به ساحل می رفت و وقتی هنگام غروب رگه های نور در آسمان ظاهر می احساس می کرد امواج به قلبش ضربه می زنند. دستش را دراز می کرد. ماسه ها را لمس می کرد و بعد دستهایش را به طرف ابرها بالا می برد. به این ترتیب حس داشتن ارتباط پیدا می کرد. اما نه آن ارتباطی که مادر و میبل از آن حرف زده بودند. چون کیا هرگز گروهی از دوستان صمیمی برای خودش نداشت و نه آن ارتباطی که جودی توصیف کرده بود چرا که او هرگز خانواده ای نداشت. میدانست سالها گوشگیری رفتارش را تغییر داده است. طوری که با دیگران تفاوت دارد اما تقصیر او نبود که تنها مانده بود. بیشتر چیزهایی را که میدانست از طبیعت آموخته بود. وقتی کس دیگری نبود او را پرورش بدهد، به او درس بیاموزد و از او حمایت کند، طبیعت تمام این کارها را انجام داده بود. اگر رفتار متفاوت او پیامدهایی در برداشت پس آن پیامدها نیز عمل کرده هسته بنیادین زندگی بودند سرسپردگی تیت سرانجام او را متقاعد کرده بود عشق انسانی بیش از رقابت‌های عجیب موجودات مرداب برای جفت است. اما همچنین زندگی به او آموخته بود که ژنهای کهن برای بقا هنوز به صورت اشکال نامطلوب در پیچ و خم کدهای ژنتیک بشر وجود دارند. برای کیا همین که مانند امواج بخش مطمئنی از این روند طبیعی باشد کافی بود. او با سیارش پیوند خورده بود و با زندگیش طوری که کمتر کسی مانند او پیدا می شود. در این زمین محکم ریشه کرده بود و از این مادر متولد شده بود. موهای بلند مشکی کیا در 64 سالگی به سفیدی ماسه ها شده بود. او اصر یک روز از جمعآوری نمونه ها برنگشت. برای همین تیت اطراف مرداب را دنبالش گشت. وقتی غروب از راه رسید، تیت وارد یک پیچ شد و او را دید که با قایقش در تالابی محصور با درخت های چناری که دستشان به آسمان می رسید، شناور است. او به پشت افتاده بود، و سرش روی کول پشتی کهنه قرار داشت. تیت به آرامی نامش را صدا زد و وقتی او حرکتی نکرد، فریاد کشید. قایقش را کنار قایق او کشاند و به سختی به عقب قایق او قدم گذاشت. بازوهای بلندش را دراز کرد و های او را گرفت. آهسته تکانش داد. سرش به یک طرف افتاد. تیت فریاد زد. کیا؟ نه. در حالی که هنوز جوان بود و بسیار زیبا قلبش آرام از حرکتی ایستاده بود. او آنقدر عمر کرده بود که بتواند ببیند های سرسفید باز می گردند. برای کیا این زمان به اندازه کافی طولانی بود تیت همانطور که او را روی دستهایش گرفته بود عقب و جلو می رفت و زاری می کرد او را داخل یک پتو پیچید و با همان قایق قدیمی برای آخرین بار از نهرها و آبراهای پرپیچ و خم و کنار هواسیلها و گوزنها گذران و من آن زن جوان را در درخت سروی پنهان خواهم کرد وقتی صدای پای مرگ نزدیک شود تیت مجوز ویژه گرفت تا بتواند او را در زمین خودش زیر درخت بلوطی مشرف به دریا به خاک بسپارد و تمام دهکده برای مراسم خاک سپاری آمدند. کیا وقتی زنده بود فکرش را هم نمی کرد چنین صف طولانی از ازادارانی که آهسته حرکت می برایش تشکیل شود. البته جودی و خانوادهش و تمام اموزاده ها و امزاده های تیت هم آمده بودند. برخی نیز از سر کنجکاوی در مراسم شرکت کرده بودند اما بیشتر مردم به خاطر احترامی که برای او قائل بودند که توانسته بود سالها در طبیعت به تنهایی دوام بیاورد بعضی از آنها دختر کوچکی را به یاد میآوردند که با کت رنگ و رو ای که برایش بزرگ بود با قایقش به اسکله میرفت و رهن خودش را به خاربار فروشی می تا بلغور بخرد. دیگران هم سر مزار او آمدند چرا که کتابهایش به آنها موخته بودند چطور مرداب خشکی را به دریا پیوند می دهد و وجود هر کدامشان به هم وابسته است. حالا تیت متوجه شده بود. دادن آن لقب به او سنگ دلانه نبوده است. انسان کمی هستند که به افسانه بدل می شوند. برای همین تیت این سنگ نوشته را برای مزار او انتخاب کرد. کاترین دانیل کلارک کیا دختر مرداب 1945 تا 2009 غروب روز خاک سپاری وقتی بالاخره همه رفتند تیت وارد آزمایشگاه خانگی او شد نمونه های او که آنها را به دقت طبقه بندی کرده بود و حاصل بیش از پنجاه سال کار بود زمان برترین و کاملترین مجموعه در نوع خود بودند. کیا خواسته بود مجموعهش به آزمایشگاه آرچ بالد اهدا شود و یک روز تیت این کار را می کرد. اما فعلا نمی توانست فکر جدا شدن از آن را بکند. تیت وقتی داشت وارد کلبه میشد احساس کرد دیوارها نفس کیا را بازدم می کنند و زمین چنان واضح صدای گام های او را نجوا میکرد کرد که نامش را صدا زد. مقابل دیوار ایستاد و به شدت گریه کرد. سپس کول پشتی کهنه را برداشت و به سینه فشو. مقامات دادگاه از تیت خواسته بودند دنبال وسیعت نامه و شناسنامه کیا بگردد. او کمد داخل اتاق خواب پشتی قدیمی را که روزی به پدر و مادر کیا تعلق داشت جستجو کرد. پایین آن چند جعبه پیدا کرد که زندگی کیا داخلشان خلاصه شده بود. جعبه ها زیر چند پتو تقریبا پنهان شده بودند. تیت آنها را روی زمین گذاشت و کنارشان نشست. با دقت زیاد جعبه قدیمی سیگار را باز کرد. همان که شروع جمعوری مجموعه ها بود. جعبه هنوز بوی تنباکوی شیرین و دختر بچه می داد. میان چند پر پرنده، بال حشره و دانه گیاه، شیشه کوچک نامه خاکستر شده مادر و یک شیشه لاک ناخون بود که به سختی میشد رنگ صورتیش را تشخیص داد. خورده ریز های یک زندگی سنگ های کف رود زندگی او. سند ملک تا شده کف یکی از جعبه ها قرار داشت. کیا آنجا را جزو حریم حفاظت قرار داده بود تا از توسعه در امان بماند. دست کم این بخش از مرداب همیشه دست نخورده باقی می ماند. اما وسیعت نامه یا مدارک شخصی وجود نداشت. برای تیت عجیب نبود. چرا که کیا به چنین چیزهایی فکر نمی کرد. تیت قصد داشت بقیه عمرش را در خانه او بگذراند چون میدانست جودی مخالفتی نخواهد کرد اواخر روز وقتی خورشید داشت پشت تالاب فرو میرفت تیت خمیر ذرت مرغان دریایی را هم زد و با بیاعتنایی به کف آشپزخانه نگاهی انداخت وقتی برای اولین بار متوجه شد زیر پشته هیزم و اجاق قدیمی کف پوش نسب نشده است سرش را کج کرد. کیا همیشه حتی در تابستان پشته هیزم را پر نگه می داشت. اما حالا مقدارش کم شده بود و تیت می توانست بریدگی آن قسمت کف پوش را ببیند. برای همین هیزم های را کنار گذاشت و کف زمین دریچه ای دید. همانطور که زانو میزد آهستان را باز کرد و دید میان تیرچه ها فضایی باز وجود دارد که داخلش برخی لوازم و یک جعبه مقوایی قدیمی هست که رویش را گرد و خاک پوشانده است. آن را بیرون آورد و داخلش چند پاکت نامه و یک جعبه کوچک تر دید. روی تمام پاکت ها حروف آه ه وجود داشت و داخلشان صفحات زیادی شعر از آماندا همیلتون شاعر محلی که در مجله های منطقه شعرهای ساده منتشر می کرد. به نظر تیت شعرهای همیلتون نسبتا ضعیف بودند. اما کیا همیشه شعرهای منتشر شده او را از مجله میچید و نگه می داشت. حالا این پاکت ها پر از آن اشعار بودند. بعضی از صفحات دست نویس شامل اشعار کامل بودند اما بیشتر شعرها ناتمام و سطرهایی از آنها خط خورده و بعضی کلمات با دست خط شاعر در حاشیه صفحه دوباره نوشته شده بودند. با دست خط کیا آماندا همیلتون کیا بود؟ کیا شاعر بود؟ چهره تیت از ناباوری در هم رفت. حتما در تمام آن سالها کیا این اشعار را داخل صندوق پست زنگ زده انداخته و آنها را برای ناشران محلی فرستاده است. پشت نام مستعار احساس امنیت می کرده است. شاید این یک راه دسترسی، راهی برای ابراز احساساتش به کسی به مرغان دریایی بوده است. و جایی برای فرستادن حرفهایش تیت به بعضی از شعرها نگاهی انداخت بیشترشان در مورد طبیعت یا عشق بودند یکی از آنها منظم تا شده و داخل پاکتش گذاشته شده بود تیت آن را بیرون آورد و خواند شب تاب. وسوسه او آسان بود. فقط یک چشمک محشوق. اما مانند شبتاب ماده آنها فراخان رازآلود مرگ را پنهان کردند. لمس آخر ناتمام. آخرین قدم یک تله. او سقوط می کند. پایین و پایین. چشمانش هنوز به چشمانم مینگرند تا وقتی به جهان دیگر باز شوند عوض شدنشان را دیدم ابتدا یک پرسش سپس یک پاسخ سرانجام یک پایان و عشق به خودی خود باز می گردد. به هر آنچه پیش از شروع بود. تیت در حالی که هنوز روی زمین زانو زده بود دوباره آن را خواند. برگه کاغذ را نزدیک قلبش که بر سینه میکوبید نگه داشت. از پنجره بیرون را نگاه کرد که مطمئن شود کسی وارد کوچه نمی شود. نه برای اینکه ممکن بود کسی این کار را بکند چرا باید کسی می آمد اما برای اطمینان نگاه کرد سپس جعبه کوچک را باز کرد میدانست چه چیزی پیدا خواهد کرد داخل جعبه گردنبند صدفی که چیس تا شب مرگش برگردن داشت به دقت داخل پنبه پیچیده شده بود. تیت مدتی پشت میز آشپزخانه نشست تا ماجرا را درک کند. او را مجسم کرد که سوار اتوبوس شب شده. با جریان آب پیش رفته و حواسش به نور ماه بوده است. در تاریکی با ملایمت چیس را صدا زده او را به عقب هل داده سپس پای برج روی گل و لای چنبات مزده سر او را که از مرگ سنگین بوده بلند کرده که گردن بند را پس بگیرد. بعد رد پاها را پوشانده و هیچ اثری از خود باقی نگذاشته است. تیت آتش زنه را تکه تکه کرد و در اجاق قدیمی آتش درست کرد. پاکت ها را یکی یکی داخلش انداخت و شعرها را سوزاند. شاید نیازی نبود تمامشان را بسوزاند اما فکرش درست کار نمیکرد. کرد. کاغذ های کهنه زرد با صدای هیس بلندی تا ارتفاع سی سانتی متر شعله می و بعد می سختند. تیت صدف را از بند چرمی جدا کرد. بند را داخل آتش انداخت و جعبه ها را روی زمین برگرداند. سپس نزدیک غروب به ساحل رفت و روی بستر تیز صدف های سفید حل از اونهای شکسته و تکه های خرچنگ ایستاد. لحظه ای به صدف چیس در مشت بازش خیره شد و بعد آن را روی ماسه ها انداخت. صدف که مانند بقیه صدف ها بود ناپدید شد. موج داشت می آمد. از پاهایش بالا رفت و با خودش صدها صدف را به دریا بازگردند. کیا از این زمین و از این آب بود. حالا آنها او را پس گرفته بودند و رازهایش را در عمق وجودشان نگه داشته بودند. بعد مرغان دریایی آمدند. وقتی تیت را دیدند بالای سرش چرخیدند و صدا زدند و صدا زدند. وقتی شب فرا رسید تیت به طرف کل برفت اما وقتی به طالاب رسید زیر سایبان جاداری ایستاد و صدها کرم شبتاب را که جذب جایی تاریک و دور در مرداب شده بودند تماشا کرد خیلی آن طرفتر بودند جایی که خرچنگ ها آواز میخواند پایان کتاب